همچین چیز میشی بیشتر تو صورت تو بیشتر تو صورت شما ها ولی اوکی مستقیم تو صورت شما سلام چطوری قربان شما مرسی بله عالی آقا تبریک میگم بهتون احساس ببقیمو. میکنم به صورت جدی خودکست شروع شد دیگه مسخره بازی کردن کوچه یه سری گفته بودن که چی شده تنبل شدید و هفته اول بدم شروع اپیزود هفته اول که خب خاطره گفتیم هفته دوم که باز خاطره گفتیم خاطره اومدیم خاطره بگیم آره خلاصه خوش اومدین دمتون گرم فرهاد برامون نون سنگک آورده بود و با تخم مرغ واقعا صبح شد اومله تو سنگک آره احساس میکنم دوربینه یه ذره پایینه شما صحبت کنید تا من بیا آره کیش کیچ که خودش اومده بود من تا کافی داشتم واقعا خیلی تلخ درست چیه میظنم فکر کنم ریشیوش خیلی عرضون میخرم از کاسکو از کاسکو منم خیلیم ولی جرونش خیلی خب من کلومه کلومبیاییه نه اش نرسیده مطمئنم چیز سرطان میاره انقدر که چیپه تو چیه کافی تیما پبلیگ میشه میدونم یه چیزی میگه که حالا واقعیتش که نه چرتو پرتو از آماده هست ولی کافیه یه جا کافی گرفتیم بینز اراوند د ورلد میدونی کجاست خودشون کافیه خودشونی دارن آره بعد اونا رو گراین میکنم اونا خیلی اون سر کار دارم اینجا می که یکی کی کس می که یکی از حابی. تفریحات ما اینه که کافی های مختلف رو ها امتحان بکنید آخه شما سر کارم چیز دارید گرایندر دارید آره آره ایلی شرف قشنگی نیست ولی بله تخواه گرایندر هم یه اپ دیگه چکار میکنه؟ گرایند فکر کنه ها؟ نه گرایندر فکر کنه. چیکار اپ چیکار میکنه؟ بر... آره برای بر هم جنس گراهاس. ا؟ خودشو میگه قشنگ. نه آخه کلمه گرایند هم جور دیگه استفاده میشه. آه. درست. مال بکش. بامبل. نه گرایند واقعیت دیگه. ام گرایندر می. <laughs> دور اینو من کدوم هم بهش زول بذارم فرض شما چه خبر خوب خوش سلامت خیلی عادی اشغال دیگه ها میکنم یه, یه... شادابی, شادابی شادابی خاصی چه شاد که الان بعدا برام میگی چرا الان <تصفح> زیاد مهم <باهم> نیست کارون <تصفح> <هر شده> <تصفح> <تصفح> شما چطوری؟ <تصفح> من خوب هم بد نیستم یه لبخم میزنی ما قبل از برج زرمان میادید دو هفته پیش اینجا آره قبل اینکه بزنی رکورد چند بارم لبخندشو خورد آره آره سعید از راستی مثلا میگه آره منو نباید در حال لبخند ببینن آره یاد چیزای خنده افتاده بودم بگو برام آخ چه خنده یاد نه فراد بگو خندشو خورد آها چی شده رو هوا ق... بگو شایعه هم شده بود و مشکل داریم الان میخندم آه. که بدونن ظاهر کار هر نه ما که مشکل داریم چی هوا چی شد یه بغض کرد تو خندیده فردا دو قرار برف بیاد برف بله. <تصفيق> <تصفيق> ببین خیلی دوره افتادین چی چیز گرمه بابا. درجه بالا هفت نه درجه چجوری ولی ما یه سال که اینجا بودیم برای کریسمس برف نیومد شب عید برف اومد, برف اومد. داره. داره. تو 13 آره ما چیز داشتیم آره یادش بخیر آره زیاد اتفاق میفته دیر برف بیاد تو یعنی اون فصله احساس میکنم دارن جابجا میشن به خاطر گرمایش زمین و اینا حس کردی الان خیلی اینا بله. خیلی بد شده آسفالتش خیلی قشنگ داری میشی مونشال ها <تصفح> عجیب امثال افتضاح آسفالت <تصفح> محله شما بیشتر <تصفح> از موقعی که یادمه این شهر رو داشتن آسفالتاشو درست میکردن مثلا لانزل واقعا سه سال طول کشید و تا موقعی که تمام شد اوایل که شروع کرده بودن دوباره خراب شد یعنی انقدر کند کار میکنن حالا تهران ببین یه شبه یارو میاد یه اتوبان آسفالت میکنه خط آره کشی میکنه اینو زیاد قبول نه ببین مثلا شهرداری تهران خدا وکیلی خوب کار میکنه نه آخه آسفالت چندی مونده تو میتونی بیای آسفالت اونجا با بریزی بری میتونی شروع کنی زیرسازی کردن بعد بیای مثلا اینجا که میدونیم زیرسازی نداره دیگه چرا و داره الان هم... همینه هر دفعه خندق میشه این به خاطر دو تا تایر من فقط توی اتوبان از دست دادم آره باد کردن ز سرم <تصفح> یاد میاد دیگه تو افسدادم تو دست انداز بات کرد شد انقدر شد. بات کنن کنار دیر اینجا سیر ساز نداشت اینا بارون که می اومد همه چیز آره. میشد سیل میشه آره اون آره این سارست. بارونی که همیشه اینجا میاد آره. این حالا اینه که میگید ما رفته بودیم استرالیا همون سال اول ببین توی به مرکز شهر اون اینجا میگید میگن اونجا میگن سیتی توی سیتی که بارون میومد واقعا خندم یعنی قشنگ استخر میشد خیلی جاها با اینکه باید زیر ساختش داشته باشن و دیگه میدونی فکر میکنی که کشور غربی مثلا اینا همه برنامه‌ریزی شده است فکر شده است و اینا یه سری از چاره‌ها رو رد نمی‌شدن به خاطر اینکه واقعا بعد دانشگاه من توی یه چیزه توی یه سراشیبی خیلی باحال یونستبلی اگه ببینید یه شاهراه اون وسط بعد دو طرف دیپارتمان های مختلف مثلا یه راه دو کیلومتریه واقعا تو از... سینه کشی. آره اگه که بخوای پایین کمپس بری بالای کمپس یا دهنت سرویس میشه یا باید اتوبوس بگیری بری بالا ام. نه دو کیلومتر زیاده ولی خب مثلا شاید نه نه بردانش شاید بردانش مثلا روزو. یه کیلومتر رود از پایین پایین تا بالای بالا بعد بارون که میومد اون وقتا میشه رود, رود. نه اونجا میشه رود <تص> <AufHow to graduate> تنها راهی که داشت آدم ها بیان برسن به پایین میشه رود قایه <puedet representations> ببین اصلا یه, بود. یه چیزای بعد انقدر مثلا بارون استرالیا شدیده تمام چیز تمام این شاپ های کوچیک و مثلا کامبینینت استورایی که وجود داره همه چتر میفروشن روزای بارونی مثلا چهل دلار بود چتر پرایس گاوجی <applause> <sos2> <tirar> ببین زیاد آره چتر گم میشه همش دیگه نه شما چه خبر؟ نه من؟ آره خبر زندگی خوب خوش اشغال زیاد شروع که این بسکت بازی کردن چه کجا میدی بسکتو؟ پایین پل کمبی همین سمت خودتون یا اون وره؟ نه این سمت خودمون آه. و خیلی با یه شب رفته بودیم مثلا ما یه 6 7 نفر بودیم بعد دو تا خانم هم داشتن رادمشون ایرانی بودن و یهو گفتم مثلا میتونیم هم بیایم بازی کنیم سنشون از ما بیشتر و اون هم اومدن جوین خیلی باحال بود و... از این کورتاس یعنی فضا بازه آره آره زمین فضای بازه دیگه ما که فوتبال و استریم گذاشتیم کنار الان دیگه کامل آه. نمیشه دیگه اجازه نمیده من که آه. یه روز علم پیش شما که شما شما فقط ای چار چیز دا ای چار سی دو بود, سی دو بود که زمین بسکت داشت آره. فکرم تنها جای دیگه تو کل اکباتان بلوک ما بود آره یه دونه اون آره اون خیلی حلقش بعد بلوک یک یه ها خیلی حلقه آره. آره سی دو جمعه ها صبح میرفتیم خیلی حال می کلی آدم می اومد کنار با... چیز بود تصویه آب بود شد. نه فازلا آره. تصویه آره. فازلا آره. آره. بو میزد بالا ولی خب دیگه بچه‌ها میرفتن گرم خیلی زمین باحالی بود پارکینگ بود یه ورودی بود بسته بودنش آره. ورودی پارکینگ بسته بود. بعد که الان جدیدا اصلا ورش داشتن دیگه زمین چیز کامل پارکینگ شده آره. ایران اصلا کلا چیزای ورزشی کامل خیلی لوکس محسوب میشد. مثلا زمین بسکت که نبود. بعد زمین فوتبال رو باز نبود. ما بعد. با میخواستیم فوتبال بازی کنیم بعد میرفتیم تو رو از هیئت مدیره قرض میگرفتیم بعد تا میکردیم میدادیم بهشون بعضی اتو میکردن تو رو به خاطر آره. بهمون بدن <تصف> بعد نمیدونم مثلا تنیس و اسکاش و اینا که دیگه اصلا فکرش نکن بعد اومدیم اینجا دیدیم مثلا زمین تنیس ها که مجانی همینجا تو شهر ریخته, ریخته اسکواش مثلا دانشگاه میداد دو دلار با راکت و همه چی میش فوتبال و بسکت و اینا همیشه زمین هست و خیلی وقتا میتونی بری بازی کنی زمینه خوب یعنی مثلا آره. نداره درست آره ایران مثلا میگفتن ورزش نکنید موتاج. نیاز آخه که اینجا برای مثلا ساختن خونه و اینا تو هم آره. که میخواید مثلا پروژکت های بزرگ بسازی بعد یه سری زی بدی به یه هست بهش میگن CAC ای سی خمسش آره باید به <تصح> یه کامیونیتی کانتریبیوشن باید داشته باشی آه. یا مثلا استخری بسازی کتابخونه بسازی آره. محت کودکی بسازی زن ورزشی بسازی اینا برای همین اصلا استاندارد وجود داره که فاصله مثلا هر خونه تا نزدیک ترین مثلا محل ورزشی باید از یه حدی بیشتر نمیتونه باشه رو این حساب, حساب کتاب داره همیشه بعد آره اه... جا جا. بسکت. بعد بسکتبال آره دیگه به اون به شدت فوتبال فشار نمیاره. نه بسکت خوبیش اینه که آره هم... به جای دیگه فشار میاره تمال. آره نه من پای راستم مشکل داره بعد من سگام با پای چپ میرم یعنی رو چپ آه. همیشه میپرم اوکی okay. یه وقتی اون درد میگه ولی اونجوری مثل فوتبال <تصفح> آره <بخانی. تصفح> حرف دیگه نمیشه زد تو این پادکست واقعا نمیشه راه نمایی اینجوری نمیشه بابا تو این پادکست چیه تو <تص> این گروه اینی چهار نفر هستن که این جوره نه حرف بزنه میکروفون هم که آفه نمیتونیم حرف بزنه امروز خیلی سکوت نه همینه میگم نه مزایی میگم اصلا تو این گروه مثلا بچه ها میترسن واقعا می این اکی... انتها نداره این قضیه یعنی تو روزی که شروع کنی همدیگر مسخره کردن این تا ابد میره جلو تا وقتی اعتماد به به صفر میرسه ما این کار رو تو ایران با کورش میکنیم ما اول شروع که رو مسخره کردن مثلا یه لغتی اشتباه میگه گرامر اشتباه بود بعد این شروع کرد رسیدن به خودمون خودمون رو شروع که مسخره دیگه اصلا تو نمیتونستی یه جمله بگی شروع میکرد یه توپق میزدی اون یکی من احساس میکنم به اونجا میرس نه احساس نداره احساس میکنم بد میشه برام خدا بیاین با هم دیگه این کارو نکنیم ما میرفتی یکی اصلا شل خوب واریه <تص> <تص> همینجوری <تص> همه چیو داشتیم مسخره میکنیم یعنی اینو حواس خداوکیلی احساس میکنم توی به نفس خودم آره آدم شیم امپاور کنیم همو شما شروع کردید تا نه ببین ای نه نه این گروه دوستی ببین تا قبل اینکه تو بیای بهترین گروه دوستی ونکوور آره یعنی این گروه انقدر همه با هم خوب و <تصفح> کنار همیشه هم سقل یوناشونو میکشیدن کسی <تصفح> <تصفح> کسی کاری نداشت واقعا کارون که کار من آره واقعا کارون که کار اصلا خیلی جو خراب شد نمیدونم چرا اون همه اپیزود مراجبه کورلیشن و کازالیتی رفتیم شما نگاه از بالا به پایین هنوز این شما دارید میکنیم صد در در صد مشکلش تو بود بحث کارون شد خب الان که دیگه داریم کار رو دیستی کنیم بگو داشتم این هفته پشت سرش صحبت میکردم که یعنی روی اینترنت میخوندم که دیگه تو روت میگن خب تو اینترنت میخوندم که مثلا رفتارهای سمی و تاکسیک چیه که داره به صورت خوب نشون داده میشه روی حالا سوشال میدیا اینا ولی واقعا بده و یکیش این بود که مثلا این لفظی هست که نو نیو فرندز نو نو فرندز آره مثلا مثلا دوستای قدیمی خیلی بهتر اینا بعد به خودم خودم داشتم فکر میکردم که مثلا من خب خیلی اینطوری فکر میکردم که مثلا دوست باید قدیمی باشه و اینا و اصلا ناخداگاه خودتو محدود میکنی که مثلا آیسوله میکنی یا اینا و دقیقا یادم کارون که اومده بود او کارون هم نرد بود دیگه مثلا اول خیلی نرد. چیز نردیتش بیشتر هست. پیدا بود الان هم هست آره خیلی مشخص بود که یکی که خاک برسریه نه خیلی مثلا از ما بالاترش خیلی مشخص تر بود از لحاظ علمی و با واقعا هست اینطور آره بابا ولمون کن خب برو جمله بعدی بعد آره نه به قول شیرازی این بیزر ولمون کن بیاد اولین باری که کارونو دیدم افتادم خیره. که مهمونی تو بود دیگه جمهوریتم دادی ای به من یادمه آره با <applause> شما هم دانشگاهی <applause> <قاعده> بودید <applause> پس پس خوب کار شدم نه تا خیلی حال کم گفتش که اگه هر کاری چیزی چون من تازه اومدم اینجا نه ولی اون موقع چیزی که تو ذهن من بود این بود که اوکی کارون دوست ایمانه میدونی و مثلا اینجوری نیست که حالا ما مثلا من خودم اینطوری میدونم که آقا برم مثلا با این شخصیه من خودم فهم کردم کارون دوست کارون کار... نه من خودم کارون دوست خودم <تصح> <تصح> باب آره بعد دیدم حرف واقعا درستیه نو نیو فرنز اینا چیه باید نه که از یه آهنگ دریک مود شد دیگه میگفت نو نو فرندز نو 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 بعد دیگه همه مثلا کپشن ها اینستاگرام بود که نو نو فرندز میگفت این چیز سمی الماس این ما چهار تا مثلا فلان آره ما یاقوت دیگه دیسکو ادامه بده اینو خودت خالی کن دیست نکردی نه؟ نه کارون آره حالا کسایش شیرش کوشه دیمان باید ولی شروع نه بخواستم خوب بگم اولین باری که کارونو دیدیم یادم کارون رو خیلی سنگین دیدیم سنگین وارد بازی شد کجا همینجا مهمونی عید تو بود دیگه آه همینجا عید کارون سنگین سال 9 همون منظور آره 2015 15 به 16 چه دورانی بود چقدر کم تا داشتیم خب آره تموم شد آره آره کارون رو خیلی قوی دیدیم قوی ظاهر شد اون شب به صحبت میکردیم عذیتا خب خیلی اپیزود رو تقدیم کنیم به کارون هفته خوبی داشتید مشکلی نداشتید بریم سر اپیزودمون پای این منم بریم از هفته آره تو بگو من هفته جاله هفته جالبی داشتم هفته خیلی سری گذشت خیلی سری داره میگذره باورت میشه یه هفته ازت گذشت این هفته خیلی از مارس تموم شد نه به خود خوش خوش خوشی گذشته داریم و یه سری میگذره خوش میگذره اون این بد داری میگذره سری میگذره نه اصلا فقط داره س... شده آده... مدیوکر نه یه جوری هم اصلا کلا نسبت به این روزا یه حالت... ملولی. ام. ام. چرا به خاطر کرونا یا نه میگم مثلا کلا شروع کردم جیم میرم الان خیلی یه هفته است درد داری وای هفته برو من که میگه فوش میکنم اول قسمت بعد جیم میرم و الان با حال خیلی ولی هفته اول به دردی افتادم اصلا ببین دستمو نمیتونستم بالا کنم میمیرم برای اون دست پس خوب داری کار میکنی نه معلوم نیست همش از روی اپ خیلی چیز اما عالیه شما از هفته دو میخوای بری چی؟ خب شما از هفته دو شروع کنم دو میرفتی ها اینجوری میگه لوس نونور آره ولی همین تنها چیزی که به زندگی اضافه شده جیمه الان. خیلی خوبه خوشحالم من هنوز نتونستم دوباره اونو اضافه کنم ما خداشو پایین اگه بعضیا بذارن باز بمونه اونجا میتونیم بریم بگو چیکار کردی فرض بذار بذار بعد, بعد میگم آره تو چیز میگم <تصفح> <چلیف> هنگره لتس گو شال شال سلام اینجا خودکسته پادکست خیلی خودمونی من ایمان هستم یکی از میزبان های این برنامه در کنار من کارون جریان داره سلام فرهاد و فرزادم با سلام سلام جونم براتون بگی که امروز اپیزود 272 ما سالا ایراد تو بگیر دو تا اپیزود شماره نزدی کدوم ها؟ دو تا قبلی آخه یکیش یک که لایف بود اصلا توی پادکست ها ریلیزش نکردیم به صورت آدیو اون, خب. اون او یکی هم زدیم کنم ما برگشتیم برو زدیم. تو پیج خلاصه جونم براتون بگی که ما دوباره برگشتیم احساس میکنم که این فکر کنم دیست سه باشه نه دو 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 دوشو مطمئنم ولی اون دوتا رو شما نوروز رو نزدی خب. فقط نوروز رو نزدی نوروز که میگم فقط رو یوتیوب دیگه اصلا اپیزود محسوب نمیشه ویژه است خب برو قسمت آخر سیزن قبلم نزدی که الان فهمیدم چرا نمیزنی ولی مشکلی نداره میتونی بزنی اوکی حتی نه راست میگه خب توی یه سری از اپ ها چون نیستش مسخره ام. میشه یا نزن چونم براتون بگی که ما برگشتیم احساس میکنم این شروع اصلی خودکسته ما دو هفته قبلی یه دونه خب وارم اپ داشتیم به قول معروف یا آیس بریکر داشتیم برای اینکه مدت زیادی دور بودیم از میدان و هفته پیشم که لایو داشتیم برای اید که خیلی هم خوش گذشت کلی گفتیم و خندیدیم اگر که خیلی اون اپیزود رو روی یوتیوب هست میتونید تشریف ببرین ببینین و ببینید و ببینید ما بود توی اپیزود ما زرد نشدیم یه ذره گوشه کنار صحبت شده بود که رو به زردی داری میریم و اینا کی کجا صحبت شده آره، کامنت آره هنوز برنامه بود اینه که به روال قبل حالا بیایم موضوعات تقریبا مستند رو راجبش صحبت کنیم با همون سبک و سیاقی که همیشه صحبت میکردیم حالا دو هفته قبلی به خاطر مناسبت هایی که بود یکی شام که ایمان گفت میخواستیم بیا حالا گرم شیم بعد این همه مدتی که نبودیم یا لایو داشت لایو نبودیم همجور صحبت دور همی داشتیم هفته قبل هم که به خاطر اید صحبت دور همی داشتیم ولی بنا نداریم اون روند قبلی رو تغییر بدیم همچنان به همون سبک و سیاق میخواییم همون سبک صحبت ها رو ادامه بدیم من نهیده گود و همینی که از افرادی همین هم نیست <تصفح> 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 شش میکنی آره من حال کسایی که ما رو میشناسن میدونن دیگه چند فصل رفتیم اینطوری شیش فصل داشتیم یعنی فکر نمیکنم یه هم مثلا عوض بشه فکر کنم با شخصیت ما دوستان آشنا باشن بعد خوبی بعد خدا باشه ام... چه خبر؟ هفته خوب خوش سلامت, سلامت. آره هفته خوبی بوده ام... میبینم که با تایره ماشین این هفته مشکل داری آره آره یه... یه،, کار خیلی خوب کردم اینو نگفتم حتی بگو برامون گفته بودم که مشکل ایربگ داشت ماشین بله میخواستی صندلی عوض کنی آره اینو پیگیری yes. کردم رفتم نمایندگی نمایندگی گفت بین 1700 تا 2500 هزینه شه دلار کانادا دلار کانادا بله <laughs> قبل از ماشین کلا چقدر الان حالا کم بیشتر بعد اه... چهار تا صندلی عوض کنی پول ماشین فکر <laughs> اتفاقا اونم د... د... ته اه... رپیت سوراخ خرگوش گرفتم فهمیدم کله شده کاش تا سوراخ خرگوش نلی تاش گرفتم نه با 5000 دلار میشه کل داخل ماشین رو نو کرد کل داخل یعنی داشبورد و اینا داشبورد سردنده همه چی موکت کفه بده من هم نگران فقط سردنده بودم همه چی برام اوکی بود از ژاپن همش میاد بعد این دیتیل هایی که فراد میره پیدا میکنه خیلی باحاله که چی؟ گوش یعنی همیشه یه سری اطلاعات از یه مفاهیمی داره که تو فکرش رو کنی نمیدونی مثل چیه ببخشی توی کنام من مثلا یکی میاد میگه که تو فلانه تو آهنگ فلانی مثلا سی و تا الف وجود داره تو که نمیری بشونی که مثلا بعد که تو میگه دیگه اولی مثلا ورژن 135 است تو یکی هفت است تو بعدی قرار 39 تا باشه و اینا هم تو دو تا بهش بشماری که میگی بابا دمش مثلا فکر شده خب حالا بگو خیلی همیشه این آتش رو فراد میدونه نمیدونم این تعریف نه با حاله همیشه دولمه او بازی های چیز اگه بکنیم تو توش موفق میشی بگید اینا که سوال میپرسن 20 سوالی نه 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 بابا تو رستوران ها اینا بازی تریویا آه. تریویا آره خوراکی هول میشم تریویا دو سه انجام میدیم باختیم با. خشه رفت دیگه تو هم بودی نه ولی the only person who takes it to trivia is تو این گروه دوستی ما کی دیگه میره تریویا چه دقیق گفتی تو دانشگاه بود حالا مهم نیست آقا آره اینو این قیمت رو دادن خب من کرکوپرم ریخ اصلا امکان نداشت که این کار هم داشتم فکر کنم آقا یه تصادف دیگه فوقش باز نمیشه ایربگ <laughs> پراید که تصادف میکنه چی میشه دیگه حالا این ماشین یکم جلو بندیشم سفت بعد دیگه اومدم و سرچ 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 شاید مثلا دوازده ساعت میبینی تو ها داری مثلا دوازده نه خب ببین من... قرآن برای مشکلات جی پیو شاید بالای هشتاد ساعت این که خیلی وقت گذاشته. گذاشته بالای نه ساعت خب من خیلی توانایشو نداشتم اون هزینه رو بکنم واسه حالا این ماشین بعد تحصیل ولی زمان تو <applause> گرونتر از اون هزینه است حساباشو کردم نه اونقدر <تصفح> <تصفح> آره ساعتی ده دلار مینیمم ویج هم نمیگیره نخت حساب کنیم ما 9 دلار واسه شما میزنیم تو قرارداد اینو نمازه بهش رسیده بودن فرد کفت گفتم نه اونقدر تایی ارزش نداره و خلاصه به این نتیجه رسیدم که یعنی یاد گرفتم که باید باتری رو در میبرم یک ساعت میذاشتم باتری فعال نباشه چون امکان داره مثلا جریان یه سری... توی یه سری سیما بمونه حالا رسته بعد یه جم کنی بعد یه ولش کنی با شدت زیادی <تصفح> بعد آره بعد گفته بودن که برو سر همه کانکشن یه... های ایربگ رو در بیار توش رو با گوش با کن تمیز کن و یه WD-40 بزن توش این WD-40 همه چیزها رو حل کنه مشکل زن مثل ایندکس روغنا بود تو ایران روغن قرمزا قوطی ها اینطوری میزدی به همه جا اینجا حالا اسپریش هست آره دبلی دی بهش yes, آره دی. همه کاریو راه میندازه آره میگیریسه ولی <تصفح> گریس تمیز و مثلا چیز آقا من این کار رو کردم مثلا یه دو ساعتی هم طول کشید شد گذاشتم بعد نگرانی که یهو یه باتریو میذاری ایربگ چیز نشه نترکه ایربگ هم اوکی بود و رو استارت زدم چراغش خاموش شد بود اش کردن هزار ماشال الان پس مشکل توی حل دیگه یکی از مشکل حل شد مشکل بعدی چی؟ تایر تایر ها که امروز انشالله حل میشه معلوم نیست انشالله بله یکی دیگه شم باید عوض بشه شام خب شم که باید درسته نگو اینا هم یکی ماشین مصرفیه ولی ماشین خیلی روپای <تصفح> تازه نفس <تصفح> گرفته خدا بعد مثلا تو ماشین هم می‌خری حداقل هزار ساعت روش تحقیق و اینا کردی رو آره. ماشینه آره. اون اینا رو از قبل نمیشه دید نه ش... آ... نه خیلی اینا چیزای مصرفیه یعنی اتفاق میفته ولی ایربگ و اینا که مصرفی نیست نه ایربگ روی این ماشین یه ریکال بوده 1019 ریکالش انجام شده ولی دیگه این کمپانی تویوتا به صورت کلی تویوتا الکسس قبول نمیکنه که این ریکال رو دوباره اون تیکش رو انجام بده این ماشین ریکالش رو رفته ولی رفته, خب آره. رفته, باز خراب شده باز خراب شده بله خب بالا سرش انجام نمیده آره اینو دو... کلی هم دعوا اینا کردم ولی گفتن برو بابا ببین میدونی این جور جاها فقط یه راه داره ها. یه پیت بنزین میبری جلو دیلشی میری زیر خوده دیگه همینجا همینجا خودم آتیش کرد یاده ویدیو افتادم ایرانی تو آلمان بود فکر کنم رفته بود درمان دیلشی به بی ام همین کارو کرد بنز اسشو بنز اسی که تازه اومده بود ویدیوش هست جنریشن 2016 رو آتیش زد آتیش زد؟ رو خودش هم ریخت بنزین و اصلا یه کارایی چرا؟ از همین بنزینشون تمام شده بوده سرویس سرویسی که میخواست از کاستر سرویس بگیری خوب نبوده مثل ایمان شده بود و کمپانی چیز آره. که هی داستان شده بود و خوش ماشین آتیش زد ماشین اول شروع کرد با چیز چوب گلف آره چوب گلف بود زدن و خراب کردن و اینا یادم نیست آتیزت زد یا نه ولی یادم که یه که نه ولی ماشین ان شاء خودش آتیش آره. نزد م... م... حالا به خواستش رسید یا نمیدونم بسری شد 2016 اینا بود این آدم اگه به خواستشم میرسه باید با بستری بشه ولی خوب بوده هنوز تو پری اپیزودیم ما <تصفح> <تصفح> آره بعد یه کار دیگه هم کردم تو این هفته این استارت این کلیپ های کوتاه خودکست رو زدیم خیلی اون حال قطع نشه چون قبلا هم قبل بوده توی سری آه. ها رو زدی بله بله. نه این دیگه جدی دوام نداشته خوب بوده من. <تصفح> م... چون یه سری چیز خورده ریزی یاد گرفتم اینا دوست دارم مپسه آدم آره خیلی به نظر من دانش سرویس کردم همین نه من هیچ مشکلی باشه ادامه بده سوالاتو به ادامه بده تو بدم, بدم. بمیرو بدم خب بدم بمیرو بدم دیگه بدم بدم دمیدن, دمیدن از دمیدن میدن. نمیدونی چقدر چیزایی میگید که من تو زندگیم نشیدم بابا یارو میخ... میره چیز میره توی این شیشه سازی یا کار و کوزه سازی کار بکنه طرف به اوستاش میگه که اوستا من میتونم بشینم کار کنم میگه بشین اوستا من میتونم مثلا دراز بکشم میگه تو بدم بمیرو بدم چاله اون لوله میدمی آره خب بریم سر اپیزودمون شما دوتا را اپیزود بعدی میپرسم هفتتون چطور بوده خب اپیزود من یا تو شما این بفرمایید زنده باشید آره خیلی وقت دستان گرفت نامری آره ما خیلی تصادفی فهمیدیم که احتمالا اپیزود من و ایمان خیلی به هم میتونه مرتبط باشه اینا اصلا هماهنگ شده نبود ولی چون یه انرژی به ذهن من و ایمان خطور کرد که راجع این موضوع صحبت کنیم ما قرار این هفته احتمالا راجع موضوعات مشابه صحبت کنیم دیگه امیدوارم که خیلی روی انگشت های پای همدیگه پا نذاشته باشیم دون سپانی چا من میخوام راجعه یه مشکل خیلی پیچیده صحبت کنم که احتمالا اکثرمون درگیرشیم با یه راه حل خیلی ساده خیلی بال من چیزی که دارم میبینم اینه که این مشکلات پیچیده ای که آدم داره تو هر جنبه ای معمولا راه حلشون یه حالا این خارجه میگن روت کاز یه دلیل ریشه ای داره اونو که درست کنی یا همه چیز درست میشه در صورتی که تو ممکنه مثلا قبلش که اون دلیل اصلی رو پیدا نکردی هی hey, میری به جاهای مختلف دست میزنی اون درسته میزنی. مثلا دیدی دکتر میری مثلا تو بگو من مشکل گوارش دارم نه مشکل تنفس اول این غذاها رو نخور شب زود بخواب نمیدونم ورزش کن همه این چیزا رو میگه ولی اینا حاشیه است معمولا مشکل یه نقطه است و شما اگه اون نقطه رو بتونید پیدا کنید مشکلی خیلی راحت حل میشه میگن دیگه میگن آب بریز اون جایی که میسوزه آفر اینو احمدی شد گفت ما جدی کردی فکر کردیم اون میدونه این مشکلی هم که میخوام یه من چند وقت پیش بود حس کردم که مشکل تمرکز پیدا کردم خب نمیتونستم اول خوب تمرکز کنم این حالا یه بخشیش به خاطر داستان قرنطینه بود دیگه آدم خونه زیاد میمونه زوال عقل و اینا میاره دیگه حالا. این نبود. بله آره کلا سلامت روان تحت تاثیر قرار ولی کلا هم برام سوال شده بود که چه اتفاقی داره میفته که مثلا یه فکری توی ذهنمه بعد یهو میناسن فکر رفت <preserved> چی شد بعد هی هم فکر میکنی یادت نمیاد دوباره مثلا بعد یه مدت ممکنه که یادت بیاد ولی میدونی یه چیزی تو ذهنت بوده یعنی فکر انگار از خداگاهت میره تو ناخداگاه اونجا اون پس زمینه هست ولی اون لحظه تو دیگه بهش دسترسی نداری خب این خیلی مشکل بعدیه دیگه بعد رفتم یه سرچ جزئی زدم نه از اون سرچه که فرهاد میزنه 18 مم. ساعت همین اولین چیزی که اومد یه تتاکی بود خیلی جالب بود آقای کریس بیلی یه تتاک داره بسمه How to get your brain to focus مم. خب یه تتاک 15 دقیقه خیلی جالب من حالا چیزایی که حتما پیشنهاد میکنم برید خود تتاکه رو ببینید ولی چیزایی که الان میگم همونه عملا از اونجا برداشتم خیلی جالب شروع میکنه طوری که تعریف میکنه دقیقا زندگی همه ما ماست میگه که شما که صبح بیدار میشی چیکار میکنی سری گوشه ور میداری من با رقص میرم به سمت دستش بدون موسیقی بکراند میخونم و میرم سمت دستشی که روزمون خوب ولی گوشی رو نه خب میگه که بیدار میشید همجور تو تخت گوشی رو چک میکنی حالا مثلا خبر قیمت سهام یه چیزی داری چک میکنی اینستاگرام خب آره اینستاگرامه بعد خودش میگه مثلا میخواد بره صابونه درست کنه داره تو اینستاگرام میبینه صابونه چی درست کنه یا تبلت کنارش یه یه چیز دیگه میبینه بعد حالا مثلا یه پادکستی داری گوش میدی میری کارتو شروع میکنی اونجا دیگه وحشتناکه کار هم هم با کامپیوتر یه ایمیلی میاد یه مسنجری بازه یه اسلک چیزی بازه بعد وسط خبر میخونی خود کار خودش کامپیوتری ذهن تو داره میگیره نمیدونم پادکست گوش میدی من واقعا هنوز نمیدونم چه میشه پادکست گوش داد کار کرد آهنگ گوش میدی میری همش مشغولی خب ام. این خب زندگی همه ما اینجوری شده بعد میگه که خودش حالا متوجه شد یه سریاش که واجبه دیگه کار با کامپیوتر و ایمیل و اینا رو که تو نمیتونی بذاری کنار میگه که متوجه شد خیلی تایم زیادی از روزش داره روی گوشی چک کردن میذاره بعد میاد یه چالشی برای خودش شروع میکنه که روزی سی دقیقه فقط یعنی همه چی زنگ بزن و همه کارتو بکن فقط روزی سی دقیقه کار کنه با گوشی بعد میگه که بعد از یک هفته متوجه شد که اتنشن سپنش یعنی اون تایمی که زمانی که میتونه روی یه موضوع متمرکز بمونه خیلی به شکل معناداری بیشتر شد یعنی هم مشکلی که من اولش گفتم یه فکری تو ذهنت یه رفت خب ده. این بعد یه هفته که روزی فقط نیم ساعت با گوشیش کار کرد متوجه شدش که اون اتنشن سپنش خیلی زیاد شد که این خیلی میتونه موثر و مفید باشه تو زندگی هممون بعد سه تا تغییر اساسی کرد که یکیش اینه که نسبت به قبل راحتتر تمرکز میکرد بعد ایده های بیشتری به ذهنش خطور میکرد این خیلی مهمه ایده های بیشتری به ذهنش خطور میکرد مغز خلاقتر بود و اینکه حالا برای آیندهشم بیشتر برنامه ریزی میکرد حالا یکی از صحبتاش میگفت ما مجموع زمانی رو که راجع به آینده فکر میکنیم از مجموع زمان زمانهایی که راجع به حال و گذشته فکر میکنیم بیشتر یعنی ما ذهنمون همش داره راجع به آینده فکر میکنه خب و این پلان های بیشتری برای آیندهش داشت بعد اینکه اون مصرف گوشیشو کم کرد بعد گوشی میگوی <متصفيق> او تمرکز یه تمرکز میزنه به پای من یه تمرکز ما میگی بیده اصلا بگو نه سال که نه هر موقع میخوای بری پوینت بعدی بگو که اگه که ما هم صحبتی داریم بگو هر موقع صحبت ببین میگن هوم ران. این بیان. جدید چیز کرده نه ولی دست تو گذاشتی هیت اهمران اهمران ده اهمران همیشه خیلی اپیزود عجیبی خواهد بود دو من چون منم با این مشکل دست و پنجه دارم نرم میکنم و من مثل همین کاری که این،, این کرده برای همین جواب تکست دیگه نمیدین این چیز داستانیه بله من نه میخوایم بلی... مثلا این تغییرات رو میدی بگی ما که تو نیم ساعت بگیریم پیدا کنیم که یه بار حالا اون رو بعدا میگم ولی این قضیه ای که فکر در میره از سر آدم یه آدم نمیتونه فکر بکنه خل... اون خیلی بد آدم اینطوری که و... اینقدر تو مثلا کودن, نتون... کودن شدی, شدی. اصلا دپرس میشه هی وقت خودخوری بابا یه وقتایی من میشد مثلا توی میتینگ دیگه اونجا زایه است مثلا داری با رده بالات صحبت میکنی یه چیزی تو ذهن رفت بابا <applause> با الان دیگه من باید بتونم متمر که آره. نیو مثلا رفت حالا بعضی وقت وسط جمله اون می‌بینی میره اون موقع سری برمیگرده ولی بقاشا چند بار شده بود یه چیزی رو میخواستم بگم اون لحظه دسترسی بهش نداشتم یه ذره گذشت دوباره یاد اومد چی می‌خواستم بگم برای همین همیشه باید بنویسی و اینا ولی میگم این خیلی مشکل پیچیده یه راه حل خیلی ساده داره بگید آره شبای یه دونه سرکه صبح اپل سرکه <applause> آره بعد این آقا, آقا، <applause> کلی رفته ریسرچ کرد و مقاله خونده و اینا آه، آه. یه عدد خیلی جالبی هست میگه شما وقتی با کامپیوتر کار میکنید مخصوصا وقتی اینکه گوشی هم کنار دستتون باشه زمانی که میتونید تمرکز کنید روی یه موضوع فکر کنید چقدره 5 ثانیه؟ 7 ثانیه؟ نه حالا <تصفح> ده دقیقه؟ پن... نه نه ده یا چل ثانیه هست خب 40 ثانیه یعنی تو چل ثانیه روی موضوع میتونی فکر کنی بعد فکرت میره یه جا دیگه خب حالا اگه, اگه... حضور گوشی باشه آره میگه با کامپیوتر کار میکنی گوشی هم باشه خب <تصفح> بعد میگه که اگه مثلا اپ های مسنجر مثلا اسلک چیزی هم باشه میشه 35 ثانیه و فرض کن تو داری روی موضوع مهمی کار میکنی 35 ثانیه پشتم فکر کردن زمانی نیست اصلا خیلی کمه تو باید بیشتر بتونی متمرکز بمونی رو اون قضیه بعد خیلی وحشتناک دیگه دردناکه جالبه که من تو دو سه روز اخیر حالا اینی که میگه صبح بیدار میشین اولین چیز موبایله من دو سه روز اخیر خیلی فکر کردم که چرا من هر روز که بیدار میشم دقیقا میرم تو اینستاگرام اصلا از خودم بدم میاد که این کارو میکنم چرا خودتون میاد چه نه چه جوریه نه بهش فکر کن مثلا آقا مثلا عاقلانه عاقلانه اینه که کمی بشینید دم تخت بعد برید صورت بشوری کارو شروع کنید دیگه ولی مثلا حالا دمی تختم نشینی تو نیست میتونی سر پاشی برای همین روزی بعد تختشون یه دونه صندلی دارن موقعی که بیدار میشن از تن بگیره اونجا نه راست میگه این حس پدیه دیگه تو مجبوری حس کمی میکنم من خودم شخصا که نمیتونم مثلا یا مثلا تو یه جمعی نشستی هی مجبوری مثلا بری گوشی رو چک کنی نمیتونی نکنی این کار آره 40 ثانیه 35 ثانیه وحشتناک دیگه بعد میاد میگه که آها اینجاش اینجا بعدش خیلی جالب میشه میگه مشکلی نیست که مغزای ما دیسترکت دارن. یعنی حواس ما پرت میشه میگه برعکسشه ما اصلا تعلیمشون دادیم که این کار رو برای ما انجام بدن یعنی اصلا مغز ما مشتاق اون حواس پرتی است خب ام. مثالش چیه شما فرض کنید دارید داری کار تو انجام میدی خب کار دیگه نیاز داره که تو تمرکز کنی و چیزی هم نیستش که راحت حل بشه خب از اون طرف تو ذهن تو آموزش دادی که من میتونم به تو یه سری تیکه های کوچیک اطلاعات رو بخونم بهت و تو ازش لذت میبری دیگه مثلا اینستاگرام توییتر همه یه سوشال میدیا تیکه های کوچیک اطلاعاته که خیلی راحت الوصوله یعنی تو نه نیاز به خلاقیت داری نه نیاز داری چیزی رو بفهم همینجور تعدادش هم خیلی زیاده تمومی نداره وقتی تو مدام اون کار رو کردی به مغزت یاد دادی که از اونا استفاده کنه و همین مغزت از تو میطلبه اونا رو اه. خب یعنی اینجوری نیستش که اصلا حواسش پرت بشه مشتاقه که حواسش پرت بشه و اه بیش این مفهوم اسم میذاره براش میگه که بهش میگن ناولتی بایس خب بله در واقع مغز شما به شما پاداش میده که بری اون کار رو انجام بدی گوشی تو برداری اینستاگرام چک کنی توییتر چک کنی از چه طریقی پاداش میده دوپامین خودمون باهاش این کارو کردیم یعنی ما خودمون دستی خودمون رو معتاد کردیم ایرادی هم به تک تک ماها نیستا اصلا دیزاین شدن که این کار رو با مغز ما بکنن از این را دارن پول در میارن یعنی هممون رو تو این دامه انداختن ولی به صورت کلی خروجیش اینه که ما همیشه حواسمون پرته و تعلیم دیده بگو حیف که میگن زردین وگرنه جفت اپیزودا یکی میکردیم من خیلی حرف دارم بزنم ولی خب حرفای خودم از بین <صح dagen> <ông liebe glass> خیلی چیز دارم آره ولی خیلی جالبه که داریم اینا رو میگیم حالا اون از یه دیدگاه دیگه بهش نگاه میکنه ولی جالبه یعنی میتونم خیلی حرف بزنم برای همین ساکتم معمولا هم ساکت نیست طبیعیه نگران نباشید بعد یه لفظی رو مطرح میکنه که من وقتی متوجه شدم چی میگه خیلی برام جالب بود میگه مغزای ما توی طول روز overstimulatedن خب یعنی مثلا یه نمودار شما در نظر بگیر یه محور دو بودی محور ایکسش زمان باشه محور وایش میزان تحریک مغز ما باشه خب یه خط افقی در نظر بگیری میگه همیشه مغز ما توی درجه بالایی از تحریک قرار داره خب تو یا گوشی دستت داری یه کاری میکنی هم تبلت داری پای کامپیوتری تلویزیون میبینی بازی میکنی این مغزه هیچوقت وقت استراحت نمیکنه خب بعد میگه حالا چی میشه اگه ما این نموداره رو بیایم مثلا یه جاهایی از مغز ما خیلی تحریک شده باشه استیمولیتد باشه ولی یه جاهایی تحریکش کم بشه یعنی بیاد پایین خب این خطه این یه جا افت کنه بعد آره تو سطح پایین تری از تحریک قرار داشته باشه من. این این مفهوم رو یه بزرگواری قبلا بهش اشاره کرده بود خب ایما راجوش اپیزود رفته بود ما موقعی وقت درست گوش ندادیم اون لحظه که اون مقدار تحریک مغز کم میشه تو درجه پایین تری از استیمولیشن قرار داره رو بهش میگن بردم یا زمانی که شما اصلا حسلت سر رفته <applause> خیلی اون لازمه برای مغز شما اون وقتایی که شما از مغزتون کار نمیکشید اجازه میدید حسلتون سر بره من یادم نکته اساسی که از اون اپیزود ایمان همیشه یادم بود این بودش که حوصله شما که سر بره باعث میشه مغز شما خلاقتر باشه خب حالا دلیلش این اشاره میکنه که چی میشه که وقتی که حوصلتون سر بره مغزتون فعال تر میشه میاد یه خودش یه چالش سی روزه یا برای خودش درست میکنه میاد خودش رو مجبور میکنه که حوصلش سر بره یعنی کار جذابی رو انجام نده کار عجیب غریب باحالی هم انجام میاد مثلا تو چالش بوده همش چالش فلان آره آدم خاصیه دیگه جالبه اومده ترمزن اند کاندیشنز یکی از این نرم رو خونده مثلا کامل ببین چه حوصله ای سر میبره اومده تمام سفرای عدد پی رو تا یه جایی شمرده کار بورینگیه دیگه حوصله هم دیگه به جنون رسیده بوده دیگه بعد یه بار خیره شده به ساعت فرض کن تو خیره بهش هیچ کار دیگه ای نکنی بذاری حوصله سر بره دادش خانواده من بیام ببینن خیره شدن به ساعت خب پس گردنی به ما میزنن میبرن اون سلامی تو شیراز بعد چیزی که میگه خیلی جالب میگه تاثیر این حوصله سر رفتنه مثل همون از گوشی استفاده نکردن است اینکه گذاشت حوصلهش سر بره باعث شد که بیشتر تمرکز کنه ایده های بیشتری به ذهنش برسه مغزش فرصت پیدا کرد که برای خودش پرسه بزنه خب این پرسه زدن خیلی مهمه خب چیزی که میگه میگه خیلی جالب مثالی که خودش میزنه میگه توی یه اتوبان رو شما در نظر بگیرید نه. اونجوری که ترافیک حرکت میکنه وابسته به این نیستش که سرعت حرکت ماشینا چقدره وابسته به اینه که چقدر فضای خالی وجود داره توی اون روند ترافیک خب اگه تعداد ماشین های توی اتوبان زیاد باشه نمیشه با سرعت زیادی را ولی اون فضای خالیه که باعث میشه این روون حرکت کنه ذهن ما هم همینه تا اگه ذهن تو همش مشغول یه کاری کرده باشی تو خلاقیتت کم میشه تمرکزت کم میشه اتنشن اسپنت وحشتناک کم میشه من یادم حالا ما خوششانس بودیم یا بدشانس نه ما دبیرستان اونجوری کار با کامپیوتر نداشتیم خوششانس بعد ما رفتیم دانشگاه بچه که خوب اومده بودن رشته کامپیوتر همه عشق کامپیوتر بودن از بچگی و توی دبیرستان کامپیوتر داشتن و همش مثلا برنامه نویسی و فلان اینا من یادم اولی بار اونجا از یکی از بچه اینا میگو من ذهنم پرش داره من نمیتونم روی چیزی متمرکز بمونم و مثلا داشت حالا کار میکرد یا هرچی خیلی آدم باهوشی بود زن این تا تبون بالا باز بود این میرفت اینو میخون اونو میخون کار میکرد اینو میدونی همش عادت کرده بود که این کارو بکنه مم. و اون تمرکزه رو از خودش گرفته بود. و حالا دلیلش اینجا داره میگه روی حساب اون که شما مغزتون خالی بذارید یه بازه هایی بذاریم بر خودش پرسه بزنه خیلی موثر میتونه باشه و ای اینجا هم هممون تجربه کردیم میگه ما ایده هایی که میزنیم تو زندگیمون احتمالا زمانهایی زدیم که اتفاقا متمرکز نبودیم رو اون کاره خب مثلا موقع دوش گرفتن دیدی چقدر ایده به ذهن آدم میرسه دستشویی دستشویی گوشی نبری آره. <applause> و موقعی که میزنم به شارژ گوشیمون دیگه نمیتونم ببرم آره دیدی <applause> میرم خیلی خوش میگذره تو اصلا رو موضوع خاصی هم فکر نمی کنی ولی اتفاقا مغز تو داره یه چیزی رو پردازش میکنه یه ایده به تو میده خطور میکنه قدم زدن قدم آه. زدن هم خیلی چیزه چون داری یه کار فیزیکی انجام میدی ولی ذهنت یه جای دیگه یه کار من برای خودم دیدم مثلا ظرف شستن اینجوریه چون یه کار فیزیکی خیلی راحتیه <applause> ولی ذهنت آزاده تو الکی ذهنت تو به چیزی مشغول نکردی اگه حالا پادکستی چیزی هم گوش ندی وسطش میبینی آره فلان ایده به ذهن رسید هر کی برای خودش یه کاری مثلا خودش میگه بافتنی میبافه <applause> میگه بافتنی که میبافم مثلا یه کاغذ خودکار کنارم ایدهامو مینویسم یا میگه وقتی میرید ماساژ میگه یه چیزی <applause> کنارتون بذارید اونجا ایده های زیادی بزنه تو میسه اگه اون ماساژور خیلی با حرف نزنه <تصفيق> <تصفيق> آخه سخت چربی و اینا حالا مثال ولی واقعا حالا نکته چیز دیگه بس نکته اینه که میگه ایده های خوب رو ما زمانی میزنیم که اتفاقا تمرکز نکردیم روی اون موضوع خب من یه مثال دیگه حالا شخصی بزنم شما ممکنه مثلا یه کاری میکنی خیلی ذهنتون رو درگیر کرده باشه خب فرض کن مثلا دانش آموزی دارید مثلا یه سوال میخوای حل کنی نمیشه یا داری کار میکنه چون یه باگی چیزی خورده تو هر چقدر بشینی بیشتر فشار بدی رو اون قضیه احتمال که حلش کنی کمتره چون ذهنت بیشتر خسته میشه قفلی بزنی روش من خودم دیدم یه چیزی رو نمیتونستم حل کنم بعد عادت بدی هم دارم من انقدر میشینم که بتونم اونو حل کنم بعد دیگه اصلا یه حالت روانی افتضاحی پیدا میشه پاشا رفتم پنجره خب اصلا به اون موضوع هم فکر نمی کردم اتفاقا همون موقع راه حل به ذهنم رسید یعنی مشکل به ذهنم رسید که شاید این باشه اصلا هم رو موضوع تمرکز نکرده بودم بگویم اه... ما اه... من پدرم خب مهندس کامپیوتر بعد همین برای کود زدن و اینا هر از خودم به مشکل میخوره در اکثر هم می میرفتن دستشوی گفتم من یه سر برم دستشوی و بیام و حل میشد و این همیشه جواب میداد و موقعی جاره. که دیگه جواب نمیداد دی میدونن سر این راه نداره برای اون جا... راه وجود نداره آخرین چیز ولی آره. اه... حالا یه چیز جالب من بچه در واقع ایران که بودیم خیلی بچه که بودم من به شطرنج علاقه داشتم پدر و من شطرنج یاد دادن و اینا من خیلی دوست داشتم یه چیزی هست به نام هفت وزیر که تو هفت وزیر رو بچینی توی خونه های شطرنج بدونی که همدیگر رو تهدید کنن آره این آره. بعد اینو توی فکرم کتاب ریاضی فکرم دوم سه بوم دبستان هم بود هم ملت میزنن دبستان؟ آره. آره. فکر آره آره من یادم کاهه تو دبستان به ما درس میدادین کاهه راهنمایی بود راهنمایی ببخش آره آره راهنمایی 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 راه که من رفتم بهش نشون دادم جوابشو در آوردم پشمش گفت دمت گرم مثلا تا به کسی حلش نکرد و من اینو مثلا میرفتم خونه شروع میکردم مثلا اینو حل کردن و اینا یه پروسه ای داره با جواب جواب بعد یواش هاش مثلا مهره ها رو جابجا بکنی بعد حالات مختلفش امتحان کنی ببینی به کجا میرسی من یادم تو خواب حلش کردم یعنی من بیدار شدم از خواب فهمیدم چی دمش رفتم خوابیدم دوباره و این بودم که مثلا دیدی تو فیلم هایی همچه فاقه میفته این بودم که من جینیسم دیگه <تصفح> <تصفح> یعنی تو خواب وقتی هر لکه بچگی ایه. نه توی مثلا اون حالت بچگی خیلی به خودم بالیدم ولی فهمیدم که نخبه نیست الان که فهمیدم کدوم یکی از دانشمنده بود نیدم کجا بحثش محترشون میگفتن که قبل اینکه شبا بخوابه روی صندلیش میرفته میشسته خیلی که خسته بوده یه توپ حالا فلزی هم تو دست می نه, نه. خب یه توپ فلزی هم دستش میگرفت مثلا اینجوری فرض کنیم میشسته بعد آدم خوابش که ببرین از دستش میفته میگن اینکه میافته از صدای اون بیدار میشده هر ایده ای که تو ذهنش بوده رو اونجا رو کاغذ می نوشت یکی از دانشمندان معروف این کار که من اسمش یادم نیست ایمان یهو یه گفت این مطلب یاد اومد ولی این دقیقا ما یه اپیزود راجبش صحبت کردیم راجب خداگاه و ناخداگاه و گفتیم که حالا تعداد بیت هایی که مغز شما به صورت خداگاه پردازش میکنه پنجاه بیت پنجاه عدده ت... تعداد بیت هایی که در سا... این تعدادش تو ثانیه بود م. تعداد بیت هایی که در ثانیه به مغز میرسه 11 میلیون عدده بله. این 11 میلیونه یه جایی میره دیگه احتمالا مغز شما توانای رو داره ولی تا وقتی که تو داری خداگاه اون کار رو انجام میدی نمیتونی ازش استفاده کنی حالا ایمان که خوابیده احتمالا اون حجم بالایی بیت یه جایی پردازش شده توی ناخداگاهش و حالا جواب رو بهش گفته اه. و این خیلی مهمه دیگه حالا شما اگه همیشه داری با یه چیزی کار میکنی مغزت تو مشغول به خودت کردی عملا فقط اون پنجاه تا بیته موندی دیگه عملا به اون حجم بالایی از توان پردازشی مغزت هیچ دسترسی نداری حالا اگه شما مغز یه مدت خالی بذاری بذاری خودش برای خودش پردازش کنه اون به صورت اتوماتیک از اون قضیه داره استفاده میکنه <applause> حالا اینو تو شاید بیشتر توجه کرده باشی یعنی تجربه کرده باشی مثلا قبل خواب اگه بازی بکنی وقتی میری میخوابی دیگه مغز تو حالت افتضاحیه نمیتونی بخوابی من مثلا تو دو ساعت بعدش خواب حالا اگه خوابت هم ببره همش خواب اون بازی رو داری میبینی چون آره من یکی از مشکلات خوابم احساس میکنم چون من تا لحظه آخر یعنی من آله. با مثلا صدا خوابم میبره یعنی الان به جای رسیدم که اگر که سکوت باشه نمیتونم بخوابم یعنی اذیت میشه مغزم اگر که صدا نباشه باید یه چیزی اون ویده رو پر بکنه تا خوابم ببره و میدونم مطمئنم که یه درصد خیلی بالایی از مشکلات مثلا خوابی که من دارم از همینجا میاد به خاطر اینکه واقعا اون آرامش خاطر رو نمیگیرم یعنی الان حتی اینطوریه که موقعی که خوابم خواب هم هستن، باید یه صدا باشه وگرنه من بیدار میشم آره پیش با ایمان صحبت میکردیم و خواب و ایناشو گفتم تو مثلا روزی چند ساعت داری حالا مثلا کار میکنی بازی میکنی مثلا عددش خیلی زیاد شده و من دیگه دارم دیوونه میشم نه گفت من دیوونه شدم گفتم من که دیوونه شدم جمله خبری ساده من که دیوونه شدم همین دیگه مغزت من که دیوونه شدم آره یعنی اینکه هیچ کاری آره خیلی بعد آره اینجا شم گفتم میگه اینو, اینو واقعا تحقیقات نشون میده وقتی که به مغزت اجازه میدی بر خودش پرسه بزنه حسلت سر بره اتفاقا اون موقع تو ایده های بیشتری رو تولید میکنی اه با قبلش ویدیو در و اینا صحبت کردیم یه میم هست این چیزای کامپیوتری دست به دست میشه مثلا تو یه باگی که پیدا میکنی تو ممکنه مثلا تایم طولانی روی اون باگه باشی مثلا شب قبل اینکه بری به مثلا باگه میگی فاک یو اند سی یو تومارو تو دوباره فرده مجبوری بیای بشینی سر وقتم آره ولی خب اگه اجازه بدی به مغزت چیز کنه ممکنه که سری صبح که برم میشی باگه میگه فاک یو واتساب باری آره شب گه آره اون چی Hey, what's your name? What is your name? بعد اینجا هم همراهی کنید اگه شما هم این حس رو دارید میگه که اکثریت ما تو شرایطی هستیم که مدام فکر میکنیم که داریم کم کار میکنیم این حس رو دارید طبیعت آدم دیگه آره نه طبیعت نیست همش فکر میکنیم داریم کم کار میکنیم حس میکنیم که باید بیشتر, بشتر. مثلا از زمانمون استفاده میکنیم انگار همیشه یه چیزی کمه خب بعد این در صورتی که این داره میگه که برعکسه اتفاقا ما داریم وحشتناک از مغزمون کار میکشیم آه. و دلیل این حسی که داریم که کم کار میکنیم هم اینه که ما فکر میکنیم که ما داریم زیاد ازش کار میکشیم خب یه یه جمله یا میگه میگه که distraction is the enemy of focus یعنی که اینکه حواس شما پرت بشه دشمن تمرکزه خب واضحه بعد میاد روی دیسترکشن خط میزنه میگه که در صورتی که حواس پرتی شما یه نشونه ای از اوور سیمولیشنه اینجوری نیست که حواس پرتی دشمن تمرکز باشه حواس پرتی نشون هست یعنی اگه شما میبینید که حواستون زیاد پرت میشه فکراتوی توی ذهنتون خیلی پایدار نیستن این یه نشون است که یه جای دیگه ای از کار مشکل داره که همون اولش گفتم موز... مشکل خیلی پیچیده با راه حل خیلی ساده شما اگه این سیمتوم این علائم رو توی خودتون ببینید که حواستون زیاد پرت میشه نشون مغز شما داره ازش زیاد استفاده میشه خب <applause> خود این طرف میگه که من خودم خیلی آدم خود گوینده تتا که میگه ولی به خاطر اینکه از این در خیلی از مغزش کار نمیکشه ایده های خوبی میزنه چون دو... حالا دوتا تا یه دارم راجبش تو یکی از اپیزودا صحبت کردیم که کار درست رو انجام دادن یا هر کاری رو درست انجام دادن ام. تو میتونی کار درست رو انجام بدی ولی تعداد کارهایی که انجام بدی کم باشه خب خیلی روبه جلوتری تا اینکه یه عالمه کار بدی انجام بدی همه هم اصلا برو درست انجام بده خب مثلا اینو متفکرها انجام میدن دیگه آقای وارن بافت که خدای همه کسایی که کتاب میگیرن استوری میذارن و اینا میخوان موفق شد. این بخش اعظمی از روزشو صرف خوندن و مطالعه میکنه کاری انجام نمیده میخونه 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 یه ایده تو ممکنه رو اون ایدهت مثلا تو یک ثانیه اکت کنی ولی اون خیلی موفق تر از اینه که تو بری مثلا مثل خرکار کار کنی حالا مثل خر کار کردن که لفظ درستی نیست ولی خوب. آره این این همه جا هم کاربرد داره حالا این که مسائل فکریه تو ورزش هم این کاربرد داره یه کسی از ویدیوهای ورزش تو یوتیوب میذاره من خیلی حال میکنم باش آقای جف کولیر خب این یه سری ورزش شکم داره این میگه که تو شکم که کار میکنی لازم نیست فور ایور کار کنی تا ابد مجبور نیستی تو شکم بزنی یه سری تمرین داده مثلا من قدیم قبل اینکه خونه بمونی مثلا چونم یه یک ساعت من شکم میزنم خب یه سری تمرین داره 6 دقیقه شیش دقیقه کاری میکنه که اون یک ساعت هیچ وقت نکرد میذنی چون خیلی افیشنته <متحد> خب یعنی این راه درست انجام دادن اون کاره <متحد> اون سیاپوس او هست که برامون فرستادی اون لگ بود نه این شکمه این <متحد> اصلا یه شیش دقیقه رویایی برات 6 دقیقه اصلا هیچ چی نیست ولی انقدر معاشت دقیقه همون لگه من سکته داشتم میکردم نه از اون که هیچی اون هیچ وقت نمیشه زد اینو میشه باعث داد ولی خیلی مفیده میگم اون کار یک ساعت یک ساعت و نیم و تو شیش دقیقه برات انجام میده لازم نیست ما هر کاری رو که میخوایم انجام بدیم خودمون رو خفه کنیم با هاش زیاد انجام بدیم تایم زیاد لازمه که ولی قبلش فکر کنیم یه برنامه خوبی داشته باشیم و بریم برنامه رو اجرا کنیم و برای خوب فکر کردن نه از مغزمون زیاد کار بکنیم تو طول روز مغز رو باید بذاری یه خالی باشه تو یه مدیتیشن اینا دقیقا همینه دیگه مهم. کار خاصی که نمیکنه تنها کارش اینه که تو دیگه کار دیگه اون لحظه میذاری تمرکز کنی بر همین خوبی میده حالا جوانه بم بهش اضافه شده دیگه نمیدونم آهنگ فلان و تو فلان حرکت بشین ولی کل قضیه اینه که مغز تو آره کل قضیه اینه که تو مغز تو آزاد میذاری پرسه بزنه برای خودش و این همون را... مفهوم اوور به به مبحث ADHD هم اشاره شده توی این نه. بحث یا نه, نه. چون اونم میتونه برای بعض افراد خیلی آره. کلیدی باشه دیگه که دارن با این آرزه دست و آره اون یه چیزی که بالا پزشکا باید تشخیص بده چی میگی نه ایچ. مطمئن نیستم در عمالش. یه جا میخونم میگفتن که من در آوردیه ADHD. نه اینو آره. نمیدونیم ما. نه نه من داشتم میخونم میگم آره. من اصلا چیزش نیستم میگفتن همچین چیزی هست میگفتن میدن. یه مارکتینگ استراتژی بوده نه هم سال فلان برای اینکه یه سری قرص بفروشن ولی خب حتما یه همچین آرزه وجود داره آره. منم هیچ حالا در الان همه ماها با مفهوم اوور استیمولیشن مغز هممون داریم دست و پنجه میکنیم بعد اصلا اینه بعد یه وقتی اجازه بدیم مغزم آزاد بشه بعد نفس بعد که من این تتا کردیدم اومدم خودمو نگاه کردم چه جوری زندگی میکنم من صبح بیدار میشدم همجور بیدار شروع تمام اخبار بی بی سی رو بعد چک کنی ببینید چه خبره بعد اخبار ورزشی بعد مثلا می اخبار ورزشی مگه الان من اون چک میکردم نه اخباری هست چه خبر یه چیزی همیشه هست <applause> بعد یه سری چی میگاد مثلا صبحونه مثلا حالا با اینستاگرام <applause> یه اینستاگرام بابا قشنگ یادمه اون موقعی که قبل اینکه این, این رو ببینم شروع به کار که میگردم قشنگ خسته بود مغزم انگار مثلا چند واقعا چند ساعت کار کرده بود این تو با خستگی روز چی به چی خندی به نه نگید زشته راه نماییه فکر نمی کردم بگم آره قشنگ مغزم خسته بود یعنی شروع به کار که میکرد بعد میری کار رو شروع میکرد دوباره ایمیل و اسلک و هزار تا مشکلی دیگه از خونه کار میکنی من یادم ناهارا شروع کرده بودم سریال میدیدم گریه چه شیرین بیاره ببخشید بعد ناهارا مثلا سریال میده بعد دوباره کار میکنی شب دوباره یه سریالی میبینی یه بازی میکنی یه مرد قشنگ توالت میشه بعد آه. از وقتی که اینو دیدم آه. من اومدم مصرف روزانه گوشیمو روز روزه کاریو رو به زیر دو ساعت رسوندم یه وقتی زیر یه ساعت خیلیه. می اومد خب. دیگه صبح اصلا اخبار چون هیچی هم نشد همیشه فکر بگم اگه صبح مثلا اخبار نخبارم یه چی هیچی, هیچی نشد <laughs> هیچ کدوم اخبار چک نکردم بعد طول روز خیلی کم دست به گوشی میزنم موقع نهار میرم میشنم پشت میز این آقای سوپرانو چیزی سر هم تکون میدم و دیگه هیچ چیزی نمیبینم نمیگم معجزه اتفاق افتاد ولی تغییر کرد ایوه است تغییر کرد یعنی فکرها که همتر اونجوری از ذهنم هم فرام بیشتر متمرکز میدن و خیلی جالبه اون حس اعتیادی که تو گوشیت اونجا حس میکنی باید بری اینستاگرام چک کنی به مرور کم میشه من این نویدو بدم اگه مثل دستمال میشه یه اصلا نمیاد به ذهنت ام. خب دیگه به ذهنت نمیاد که الان من آره چی خب بلند بگید اوکی یکم باید روشن بشه اسم میکنم اوکه. خب ام. آره همین خواستم اگه, اگه شروع میکنید به این کار شما هم شروع کنید حالا من یه چیزی هم باور دارم تدریجی نمیشه این مدل کارا رو کرد حالا مصرف روزانه گوشی رو هر چقدر که هست مثلا نگو من مثلا هفته آینده میانگین یک ساعت کمش کنم بعد دو ساعت کم یه ها دیگه قرباقه رو قورت بچه میگن قرباقه يه... رو قورت بده یه ها عددش رو کم کنیم <تصحيح> خارجی ها میگن بغرمون سرد کل ترکی بله. یه ها تصمیم بگیرید و این کار انجام می من قول میدم به مرور خودتون حس میکنید دیگه اون اشتیاق دست وردن به گوشی یا مشغول کردن مغز کم میشه اتفاقا اون حسل سر باحال میشه ایده جدید بزن تو میرسه من راه میرم جدیدا تو خونه چوس مسال خونه دست دستو میگیره پشتش آره بابا بیرون نگاه میکنه نازم مدرسه آخه شما بیرون خونه اصلا هم دیدنیه انقدر چیز داره از سه بر آبه ولی عکس نمیفرسه از خونه جدید از بیرونش منم حالا یکم شخصیش کنم مثال شخصی بزنم من اول سال میلادی که شد یعنی اول 2021 حالا چیز شد دیگه مثلا خیلی داشت مشکل ساز میشد واسم این گوشیه و مخصوصا شبا قبل خواب و همون صبح که بیدار میشم مخصوصا شبا قبل خواب بعد یا قرار شد که من گوشی رو نبرم وارد در اتاق نشست من من شبا گوشی رو می زنم روی اوپن که شارژ بشه تا صبح و ساعت هم کوک میکنم و میزنم روی صدایی که بشنوم صبح بیدار میشم و خب این خودش اولش خیلی سخت بود دو هفته اول همین که ایما میگه شب نه هم دست نزن سر صدا چرا غم میکنی اه؟ اه آره اصلا دیوانه میشدم خوابم نمیبرد چون شبام دوست داشتم که یه پادکستی تو گوشم باشه و این ایرپاد رو بذارم اون مثلا لالایی بخونه و اینا بعد خب این عادت کردم یادم تو هم چیزی راجبش گفتی که کمک حالا یادم نمیاد چی بود بعد آتن شوسنش این قرف بالا نه 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 یادم یه چیزی گفت یادم نه گوشو یادم میاد یه یه جنرال آمریکایی مثال زدی یه کسی بود جنگی بود گفت آها آها همین بود با همین دیتیل بگم اینا بگو میخوای کامل بگیم نه نه اینو بگو یه تیکه آره بگم اینو من تو کورا خوندم یارو نوشته بودش که شما چه جوری مثلا میخوابید اون تو هم گوش بده اگه اون سری نشیدید دردت بعد طرف گفتش که اینو توی ارتش یاد میدن <applause> چون توی ارتش تو مثلا ساعت ده شب باید بخوابی صبح باید مثلا پنج شیش بیدار شی اگه زودتر نباشه اینجوری وقت نداری مثل این حالا برم مثلا یه پادکستی گوش بدم و یه فلانی بکنیم چرا منو مسخره اون کنی؟ من مریضیش مریضی هم دیگر رو مسخره نکنیم هم دیگر رو مسخره نکنید شمایی که میبینید که خب این گفتش که اینا توی ارتش یه تمرینی رو میکنن شروع میکنن ده تا نفس عمیق میکشه و میشماری این نفس مثلا هر رفت و برگشش مثلا سی ثانیه باید طول بکشه یه همچین عددی میگو که مثلا اوایل چون به هفت و هش میرسید خوابش میبر میگه الان مثلا به جای رسیده به سه چهار رسیده خوابش میبره این بیهوش میشه نفس عمیق اون قرار فشارت میفته تست کن خیلی باحاله آره این کار این اینو من تست کردم بعد دیگه عادت میکنی یه جواب بعد مثلا سر نفس سه چهار اصلا خوابت بره چون میگفت مثلا سربازی که میری وقتش نیست مثلا دارید چه از این از این شهر میری به اون شهر تو وقت داری باید بخوابی که انرژی داشته باشی دیگه سرباز از این تکنیک استفاده این هم استفاده کنید <concealed> من این کارو کردم ولی خب هنوز درگیر چند تا کار دیگه هستم ظرف که حالا گفتی ظرف که میشورم فقط دنبال اینم که مثلا یوتیوب یه ویدیو خوبه مثلا در 15 دقیقه پیدا کنم بذارم اون کنار که ببینم اونو چون مثلا تنها انگار یکی سوکم میزنه به قوله یا مثلا آشغال که میخوام ببرم پایین چون اصولا طول میکشه و بخوام آماده بکنم برم پایین آسانسور و اینا حتما باید یه چیز دانلود شده داشته باشم که تو این مسیر با خودم گوش بدم یا حمام که میرم تازگی دیگه گوشی هم میبرم که توی حمام گوشی هم مثلا یوتیوب یه چیزی پخش کنم آره ولی خب این خیلی بعد دیگه خودم میدونم که یه جور کار میلنگه ولی از اینجوری عملا ما مصرف کننده ایم دیگه هیچ خیلی. چیزی تولید نمیکنه مغز ما آره. فقط داره مصرف میکنه درست تو اشغالی ال... ها کلا نه من فکر میگم خیلی درست و یکی از اپیزودهای خوب خیلی خوبه فکر کنم این دوتا اپیزودی که قرار بیاد من به اون قسمتی که اشاره کردی سر کار مثلا این اوورستیمولیت مغز همیشه خودم دقیقا اینطوری هم که ما سر کار سکایپ کار میکنیم که ب... ب... بین همکار و اینا بعد این همیشه این نگ... نگرانی که نه ولی همیشه همیشه یه نگرانی داری که الان علام... یه مسیج قرار بیاد مثلا یکی قراره یه سلام علیکی بکنه یه کاری بخواد یه چیزی بشه و مثلا من خیلی شده بود که میخواستم یه کاری که تمرکز نیاز داشت بکنم و این نگرانیه اصلا کار رو میریخ به هم که اتفاقا همین هفته به رئیسم گفتم من دیگه میخوام کامل اصلا ببندم سکایپ و اون چند ساعتی که میخوام اصلا آفلاین میشم ولی هستم سر کار اگه کاری داشتی یا ایمیل رو یا تکس بده که اون اونطوری مثلا این انتظار نداشته باشم که یه مسیج میخواد دید. خیلی درست میگی من هم مثلا الان میبینم سر نهار که یک ساعت آف میگیرم برای نهار و چیز و نماز سریال بعد مقایسه که میکنم وقتی که تو آفیس بودیم مثلا اون تایم رو میرفتیم با همکارامون را میرفتیم دو سه بلاک دور میزدیم خیلی هم خوب بود خیلی اشتباه شما دو تا به این همکاراتون بر زدید اشتباه پشت سرشون هر زدید که اینو میگن اونو میگن این همین کانورسیشن های بود که شما رو برد میکرد و ذهن شما خلاق میشد از آلبرتا و ساسکاچوا میگفتن حالا بیاید اینجا را میشینی میگی که خوبه ببین کی برسی به من ببین کی من یه رفیق داشتم ایمان تمام زندگی من که از این رو به اون رو شد ایمانی کاری ولی درسته درسته. آره من این ویدیو رو برای هر کسی که فکر میکردم با این قضیه دست و پنجه نرم میکنه و گوش میده و گوش میده تو انتخاب کردی لینکشو بذاریم روی ده ده خیلی آمار آمار بسه بسه. خیلی ببین یعنی <تصفح> اصل... تو خودت انت خوشت میاد تو هاو دو یو نو شاید نه شاید ببین اون کسی که مثلا مریضه داره با یه دپرشن مثلا داره دیل میکنه سوال راه انداخته من میخوام بدونم انتخاب خودت هاو دو یو نو یعنی مثلا کسایی که دپرشن میگرد انتخاب خودشون بوده نمیدونم نه نه. نه. نه 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 <applause> تیز نه چیز نکن برای ما بفرست کن نه نه ولش کن نمیخوام خودم برای این ویدیو میفرستم <applause> آره ولی تست کنید یه هم اصرف رو بیارید پایین تست نمیکنید بشینید هیچ کاری نکنید خیلی باحاله اولش سخته ولی عادت میکنید همیشه از جورای فرزه دیزی آویزونه چرا آقا؟ قطع کردن یه دیگه ازش آویزونه نخ کشه آره چی داری برامون؟ این در زبیگین یک ساعت و هفت دقیقه شده یک کوتاه این 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 هفته اخبار کشتی که گیر کرده همین الانم هم گیره تو کانال سوئد خیلی من جالب بود. جک زدن آوردنش نه بیروم. بابا سنگین به گل نشسته و رئیس جمهور مصر گفته بود که چند روزه اوکیش میکنیم ولی کلا اونایی که کار بلد کشت ایرانی و اینا گفتن رفتن گفتن چند هفته طول میکشه که بخوان این کانتینرهایی که روشه رو تازه یه باید خالی کنن آره. طول کشتی رو داری خیلی از تق... از برج ایفل که بزرگتر بلندتر 400 متره آفه. تقریبا یک کمی... کشتیه. کمی کمتر از ساختمان امپایر استیت آمریکاست ببین من حالا اگه دیده باشید بگم من تصورم از کانال سوئز خیلی چیز بزرگتری بود یعنی واقعا مثلا تو ذهنم بود که خب مثلا حالا میگن کانال سوئز ولی خب اصلا کشتی ها کنار هم رد میشن جای مثلا... آره آره مثلا فکر نمی کردم انقدر این تنگ باشه بعد امروز صبح شاهین شاهین فرکون برام یه پست اینستاگرام فرستاده بود دیدم که واقعا این کت شده و کل کانال گرفته من گفتم خب یعنی چی یه بیل مکانیکی اینجوری <تصح> <تصح> از <دا اون بیدن تصح> بالا فقط یه از بالا بود با و خیلی عجیب <تصح> بود برام که که لایت گرفته دیگه یعنی از بارا. ماهواره میگفتش که شما هر موقع حس بدی داشتید فکر کنم مثلا خراب کردی بدونی کسی است که جوری خراب کرد که از ماهواره هم دیده میشه آره این کانال سو حالا میگی فکر میکردی عریض و اینات خیلی جای تنگیه بعد اینجوریه که مثلا کشتی میره آه. یه جاییش باید وایسه یه دریچه یه اونور باید آبگیریشه که آبش هم شه دریچه باز میشه این تازه میتونه بره لول بعدی دوباره وای میشه یه مهندسی عجیب غریبی داره بعد بعد داش میگفتش که مثلا اونجا که گیر کردن کشتی تو ترافیک یارو گوگل مپ خب به یه مسیر جان میگه آره برو دور آفریقا رو بزن از این ور بیا <applause> دقیقا همون ولی نوشته اگه اون مسیر رو بخوام برن دو هفته طول بیشتر چیز خب اینجوری گفت سریعتره حتی آره بله خب که مثلا هست آره هست هزینه هست. ولی برای من هم خیلی جالب بود که نوشته بود تقریبا دوازده درصد رفت اومده کشتی های دنیا خیلی از شبه. یه درجه بعدم نزدیک سه بیلیون دلار هر روز از اونجا این... سپلای چین چیز میشه این مسافه از کجاست یعنی مثلا بیشتر از حد مجاز اینو پرش کردن یارو ناشی بوده مثلا کاپیتان مس بوده نه تو, تو این <applause> گرمایش زمین آب و قا... آن آن کرده بشه. چون خیلی پر چیز هنوز نمیدونم من که نمیدونم ولی ولی عکسش ولی خدا رو شو که یعنی 2021 اگه قرار خبر بعدش این باشه ما مشکلی نداریم اون موقع سال 2020 این موقع ها رفته بودیم میشه. لاکار داشت این لانگ ترم افکت ولی میمای خوبی هم اومد نوشته بود مثلا اکثر گذاشته بود توی کانتینر زده بود این اوردر توی از علی اکسپرس احتمالاً اون مانیتوری هم که قرار بیاد من گفتم تو اونجاست حالا این تو راه رفت بوده یا برگشت بوده نمیدونم پر بوده دیگه داشتی آره از سرخ می مدیترانه نه میخوام خوام از چی سرخ به مدیترانه آره رتسی خیلی جالب بعد چه ضرری میدن اون کاپیتانه بیچاره اگه خطای انسانی بوده فوقش اخراج همه اینا که میدونی خطای انسانی اد اند اف دی دی همه اینا خطای انسانی تمام این چین دی باشه یه جایی از بالا خراب شد یه <سيح> خبر یه خوندم که خنده دار بود یه رستوران یا حالا چند تا رستوران توی <سيح> تایوان نه فلوریدا قسمت بعد بهش یه پروموشن یا حالا یه چیز تبلیغاتی درست کرده بودن افرادی که اسمشون سالمون یا حالا سمن همون ماهی چیز بود سالمون نگیم نه دیگه،, دیگه سمنه سمن. خالده. برن و غذا به صورت مجانی بخورن توی اون رستوران همیشه یا یه روزی برای یه مدتی خوش یه <تصفح> جوری عوض میخوانن. افراد رفتن اسم عوض یعنی زیاد مثلا <تصفح> و قیمت های مثلا نوشته خیلی هم خوب پاپولیشن جوون این کارو کردن رفتن اسم عوض کردن و مثلا نمیدونم کینگ سمن و از این اسما گذاشتن <تصفح> <تصفح> خیلی خنده داره حتما بخونید <تصفح> اسم همه نوشته <تصفح> آخه اینجا فهم پروسه خیلی راحتی داره نه بابا چرا؟ دهنت بعدش حرا... سرویس آره اون که که به همه کمپانی ها زنگ بزنی بگی اسم ما عوض کنین تکست چه میدونم آی سی بی سی بانک نه من من یه چیزی یاد آمد من برای اینکه تکس برو کنم از یه اپلیکیشن استفاده میکردم بعد این یه اشتباهی شد و این اکانت من ساسپند شد و اینا بعد زنگ زدم که اینو در بیار بگو من یه سری سوال ازت میپرسم که وریفای بشی اکانتت باشه سوالا رو تو جواب میدی اون نمیگه درست یا غلط بعد میره چک میکنه بده وریفای آخرش رفت چک کرد و وریفای نشدی <تصفح> چون خب منم دیگه به سال سوال میپرسه که دو تا آدرس خونه قبلی تو بده بعد گفتم ببینید من زمانی که این اکانتو با شرکت شما باز کردم تو خونه قبلیم بودم پس دو تا قبل از اون میشه فلان و فلان ولی من نمیدونم ممکنه حساب شما آپدیت شده باشه آدرس خونه الان من داشته باشه پس دو تا قبلیش ممکنه این بود یه چیز عجیب غریبی بود خلاصه منو وریفای نکنن که خودم هم. خب الان چی شدی؟ گفت من تیک تگ... آره مونده ولی بلی... بلی... یه سیستمایی هم اومده که این کارو مثلا اه... یه وبسایت میره انجام میدی مثلا میدونن که چند تا کرedit کارت داری مثال میگه که فلان کرedit کارت چهار رقم آخرش چیه آفرین این همیشه اینجوریه خلی... این, این رفت رو آدرس و اینا بعد خودشون هم دیگه گیج بودن من نمیدونستم اون آدرس جدید منو داره یا میگفتی بعدی اینا نداشت که مثلا سوال بعد چیز عجیبی شده بود تو این مسابقه تلویزیونی هست مثلا بعد تو ده ثانیه بیشتر این سر بدی ولی این خبره حالا یه چیز جالب دیگه این بود که کلا هزینه اسم عوض کردن توی تایوان انگار یه چیزی دلاریش میشه سه دلار آه. بعد این بچه که رفته بودن غذا زده بودن یکیشون مثلا نگفته اندازه 460 دلار غذا خورد خیلی میارزیده خیلی ولی یه ولی داره فقط میتونی سه بار اسم عوض کنی تو تایوان کلا یه شخص میتونی سه بار داره. خب یه آقایی که دو بار انگار میخواسته عوض کنه دوباره عوض کرده بوده آره دو... که مامانش اول کار یه, یه بار اسم عوض... الان آقا با اسم سمن <applause> یه چیز سمن موندن و خیلی خنده داره <applause> سمن بابا کجاست میگه پرماتوره <applause> سمن بابا <applause> ماهی داری ها آره رو ترجم آخ بخواید یه بریم برای باید. بریم خیلی خوش گذشت باشه پس ما برای مرسی که با ما بودید ما توی تمام فضای مجازی اسم خودکست توی تلگرام توییتر فیسبوک اینستاگرام و اگر که میخواین با ما ارتباط مستقیم داشته باشید ما پروفایل داریم توی تلگرام ما خودکست تاکس که میتونید اونجا برای ما پیام های صوتی تصویری و بشوریدتون رو بفرستید ما میریم و پنج شنبه با یه بزرگ جدیدی برمیگردیم فعلا خدافظ خدافظ خدافظ